عاشقانه به ایران فکر می‌کند مثل خیلی از ما، ولی با تلاشی پژوهشگرانه برای آگاهی هموطنان، به خصوص نسل جوان، آن هم نسل جوان در غربت. یک نام آشنا در میان نویسندگان و پژوهشگران، بله، آقای برهان ابن یوسف. سلام و درود بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. درود به شما و بینندگان ارجمند این برنامه خوب و دوست داشتنی. مرسی، خوش آمدید. قربان شما. آقای ابن یوسف، چرا هر ایرانی باید از دوران باستانی ایران زمین خودش افتخار بهش بکنه؟ بر روی یک ساختمانی رو اگر در اندیشه بگیریم، بیگمان شالوده اون ساختمان نخستین نهادی است که ساختمان از ویژگی‌هاش برخوردار هست. این درخت زندگی مردمان برخوردار از یک بن یا یک ریشه است. اونچه از گذشته برای ما مونده همین ریشه است که اگر به شناساییش بپردازیم، به شناختش میرسیم، سرانجام به جایی میرسیم که میبینیم که بزرگزاده هستیم. هنگامی که بدونیم بزرگزاده هستیم، کاری باید بکنیم در خور بزرگی و این بزرگزادگی خودمون. یک اصطلاحی که میگن در شاهنامه هست، میگن آخر شاهنامه خوشه. آیا واقعا داستانی در شاهنامه هست که مثل فیلم‌های آمریکایی مثلا هپی اند باشه آخر؟ اصلا هست همچین چیزی در شاهنامه؟ براستی سپاسگزارم که تو این پرسش رو کردی، زیرا به سادگی باید بگم ما در گروه بیشترین ما در گروه خودگم کردگان هستیم. بارها شنیدیم که شاهنامه آخرش خوشه یا شاهنومه آخرش خوشه. پایان شاهنامه چیه؟ نبرد ایرانیان با انیران، نبرد ایرانیان با تازیان، تازیان لگام گسیخته ای که به یاری ایرانیان خود گم کرده، مانند اهریمنی دستاربند به نام دینیار که از او به سلبان پارسی یاد شده. در این جنگ رستم، پهلوان نامدار و سردار با ارزش ایرانی، از بخت بد کشته میشه. هنگامی که کشته شد، این آغاز شکست بزرگ ما در برابر خودمون هست. کسانی که راهنمایی کردند تازیان رو تا به یغماگری در ایران بپردازند. پس پایان شاهنامه شکست ایرانیان از تازیان است. آیا هرگز مردم خودشناخته ای این پایان رو خوش میدونن؟ نه، این یک پایانی است که ویرانگری در سرزمین ما چهره کرده. با این همه ما سرگذشت های بسیاری داریم در شاهنامه. بر روی هم 98 داستان در شاهنامه از آغاز تا انجام هست که اینها پیاله هایی هستند برای اینه که زیست و زندگی رو بتونن نشون بدن. صحیح. شما تحت عنوان کانون پژوهش و آموزش چند جزوه و کتاب منتشر کردید؟ ما تا کنون 107 دفتر چاپ کردیم. برخی از اینها دفترهای کوچکی هستند و برخی دیگه دفترهای بزرگ. و از بخت نیک این نیکبختی رو داریم که پذیرای فرهنگ دوستان شده. بسیاری از اینها نامه‌های آموزشی هستند
در دانشگاه‌های سراسر جهان. ما با 362 دانشگاه و کانون آموزشی در بستگی یا به گفته دیگر در ارتباط هستیم. هزینه این دفترها رو دوستانم، کسانی که برخوردار از فرهنگ هستند، با سرفرازی پرداخت کردند و نام آنان هم در آغاز این دفترها آمده. حالا از این عالم بیرون بیاییم و از شما میپرسیم حقیقت رو در چی میبینید؟ پرسش بسیار با ارزشیه و از دید من بنیادی. من یک مهری هستم، پس به ناچار باید بگم اون راستی رو من در مهر یا به گفته بیگانه در عشق میبینم که به زیباترین گونه‌ای همه جا هست، زیرا هستی بر بنیاد مهر. امیدوارم توانسته باشم پرسش تو رو در یک فراز کوتاه پاسخ داده باشم. خوشبختی از نظر شما چه معنی داره؟ راستی بهترین نیکبختی است. این یک نماز زیبای آریاییه، بسیار کهن. یه راستی بهترین نیکبختی است و بهترین نیکبختی از آن کسی است که دارای بهترین راستی است. زرتشت یکی از خداوندگاران فرهنگ ایران، بینشور و فرزانه نامدار ایرانی، سخن بسیار زیبایی داره. او میگه ای راستی، کی به تو خواهم رسید؟ چه چیزی رو به جوانان توصیه میکنی؟ نه اینکه پند و نصیحت بدید. باورم اینه که خودشناسی از هر چیز بالاتر و با ارزشتره. اگر آغاز شناسایی بکنند فرهنگ کشور رو، به شناخت خودشون میرسن. اون هنگام میبینن بزرگزاده هستند. اگر بخوان از ما چیزی رو یاد بگیرن، بدبختانه باید بگم به نام یک پدر و به نام یک آموزگار، در برابر فرزندانم شرمنده هستم و باید سر فرود بیارم. زیرا ما باید کشورمون رو بهتر از اون چیزی که گرفته بودیم به فرزندانمون میدادیم. این کار رو نکردیم. در برابر بسیاری از ما بچه هامون رو آواره کردیم. شاید بهترین کار اینه که اون کارهای بدی که ما کردیم که سرانجام کشورمون رو به این روز سیاه رسوند، آنان این نمونه کارها رو نکنند. من گمان میکنم نمیتونم به بچه‌هام بگم چه بکنید. شاید بتونیم بگیم چه نکنید. از شخصیت‌های تاریخی کدوم رو میپسندید؟ بیگمان کوروش، زیرا ابرمردی است جهانی، جاودانه. او بر این اندیشه است که من و چند یار هماهنگ توانستیم جهان رو بسازیم، در سازندگی جهان انباز یا شریک باشیم. کوروش یک ایرانی برخوردار از فرهنگ آریایی ایرانی است، کسی است که جهانی اندیشیده، کسی است که آزادی رو به جهان و جهانیان پیشکش کرده و سرانجام کسی است که زندگی برای دیگران داشته و تا امروز جاویده. شعری که معمولا زیر لب زمزمه میکنید چیه؟ به خدا تو خود خدایی، اگر اندکی خود آیی. مردمان رو در فرهنگ ایران خدای خاک دانستند. اگر این خدای خاک خودش رو بشناسه سازنده است، وگرنه ویرانگره. مرسی از اینکه به برنامه ما اومدید.